نوار سه ساعته گفتگوی جواد ظریف و سعید لیلاز اخیراً منتشر شده که حواشی زیادی رو با خودش به همراه داشته، هم در ایران هم در آمریکا. در مورد منشأ درز این نوار گفتگوهای زیادی هست. عده معتقدن که خود ظریف و اصلاح طلبان این نوار رو انتشار دادن که ازش استفاده در انتخابات بکنن، و عده دیگه برخلاف اون معتقدن که مخالفان برجام این نوار رو منتشر دادن که به نوعی ظریف رو تمام سوز بکنن در حاکمیت جمهوری اسلامی. شما چطوری میبینین این مسئله رو؟ باید ببینیم که کیا از این نوار استفاده کردن و چه کسایی به تنگنا افتادن. خب مشخصه که ظریف و دولت روحانی از انتشار این نوار به تنگنا افتاده و امروز در صدد رفع و رجوع حواشی اون هستن. پس بنابراین به نظر من منشأ درز این نوار مشخصه، مخالفان ظریف، مخالفان برجام و احیانا اطلاعات سپاه پاسداران کسانی هستند که این نوار رو منتشر کردن. در پی اون حتی میبینید که مسیح مهاجری، رئیس روزنامه جمهوری اسلامی و از نزدیکان رفسنجانی صحبت از شنود میکنه، حتی در دفتر تشخیص مصلحت نظام، و اینکه رفسنجانی حراس داره از اینکه صحبت‌های حتی خصوصی و در گوشیش شنود بشه. بنابراین این نشون میده که شنود در بالاترین سطح نظام جریان داره و هیچ کسی از اون بری نیست و دستگاه امنیتی میدونن هر کسی مشغول چه کاری است. بنابراین میتونن در جریان همه امور قرار بگیرن و بر اساس منافعشون بعد عمل بکنن. و در ارتباط با موضوع این نوار هم خوب میدونید خیلی کسا در جریان بودن. اتفاقا یک هفته قبل از اینکه نوار منتشر بشه تو کانال های وابسته به سپاه این مسئله مطرح شده بود و حتی بخشهایی از اون انتشار پیدا کرده بود. موضوع به تلویزیون ایران اینترنشنال ختم نمیشد و حتی همون روزی که این نوار توسط ایران اینترنشنال منتشر شد، کانال‌های دیگه‌ای هم در خارج از کشور این رو دریافت کرده بودند و از جمله در داخل کشور هم زودتر از تلویزیون ایران اینترنشنال این رو پخش کردند. بنابراین این موضوعی بود که خیلی‌ها اینو میتونستن این کار رو انجام بدن و همیشه باید فکر کنیم که این رقبا هستن که برای بیرون کردن حریف از صحنه دست به چنین کارهایی میزنن. مثلا شما حتی اگر نگاه کنید توی همین روزهای اخیر، مثلا ارنج تیم فوتبال پرسپولیس قبل از اینکه وارد زمین بشن روز قبلش در فضای مجازی منتشر شده. خب این مشخصه که یه نفری اونجا هست که رقیب یا منافعی داره و این رو منتشر میکنه. یا حتی در ارتباط با مسائل دیگه ای هم ما تو فوتبال دیدیم که در درون ایران کسانی هستن که چه به AFC یا دیگر نهادهای بین‌المللی خبررسانی میکنن بر اساس باز منافع و یا رقابت‌هایی که در درون ایران یا فدراسیون فوتبال یا برای بیرون راندن رقیب از صحنه از این کارا میکنن. و در ارتباط با مسائل سیاسی که قطعا این کار صورت میگیره، به خصوص وقتی آینده نظام مطرح هستش و به خصوص زمانی که ما به انتخابات داریم نزدیک میشیم و یه جنگی هم در بالای نظام وجود داره، پس میتونه مخالفان ظریف این کار رو کرده باشن و کسانی که به طور مستقیم از این مسئله سود میبرن و تا این لحظه هم به نظر من سود بردن. و ظریف دیگه بعد از این جایی در رقابت‌های درون نظام نداره و ظریف می‌بایستی بیاد بره خاطرات شالو بنویسه یا بیاد بره در خارج از کشور، در امریکا، توی دانشگاهی، توی مؤسسه‌ای مشغول کارشه، ولی در درون نظام موقعیت آنچنانی دیگه ظریف نخواهد داشت اگر تعادل همینی باشه که الان هست و تغییر و تحولاتی در درون رژیم بسته به موقعیتش صورت نگیره. حالا چه چیزی توی این نوار هستش که اینو تبدیل به یک زلزله سیاسی کرده به یک باره؟ ببینید چیزی توی این نوار نیست که ما ندونیم.
چیزی هم ظریف نمیگه که آگاهان سیاسی نسبت بهش اشراف نداشته باشن و یا راز مگویی رو مطرح کرده باشه. بنابراین اگر شما توجه کرده باشین همه اون چه که ظریف میگه ما قبلا بارها و بارها اینجا و اونجا شنیده بودیم. من خودم تو خیلی از گفتگوهام روی این مسئله تاکید کرده بودم و یک موضوع مهم ولی هست این وسط. اون چیزی که ما قبلا مطرح می‌کردیم یا در تحلیل‌های مخالفین نظام اسلامی بیان می‌شد این بار از طرف یکی از بالاترین مسئولین نظام و به خصوص مسئول سیاسی اون مطرح میشه و تایید همون گفته هاست. ببینید در ارتباط با کشتار 67 خب این همه شاهد اومده بودن و شهادت خودشون رو ارائه داده بودن. از لحظه به لحظه کشتار صحبت کرده بودن. اما وقتی نوار آیت الله منتظری منتشر میشه به خصوص نوار صوتی، چون میدونید به طور کتبی یا گوشه های از اون قبلا بارها و بارها مطرح شده بود، حتی گفتگوی آیت الله منتظری و رؤوس مطالبی رو که میخواستن مطرح کنن به طور مکتوب تو کتابشون اومده بود و در فضای مجازی مطرح شده بود، اما صدای آیت الله منتظری و صدای اون قاتلان و اعضای هیئت کشتار 67 وقتی برای اولین بار مطرح میشه، جدای از این که چیز جدیدی اونجا مطرح نیست، جدا از این که اون اعضای هیئت دروغ‌های عجیب و غریبی هم با آیت الله منتظری میگن، اما از یه جهت مهمه. اینی که حرف ما و اون چی که ما یا اپوزیسیون یا شاهدان کشتار 67 قبلا مطرح میکردن این بار از زبان خود جانیان و از زبان آیت الله منتظری و در یک دیدار خصوصی مطرح میشه. این اهمیت موضوع رو دوچندان میکنه. زلزله سیاسی که امروز در نظام اسلامی به پا شده از این جهته، نه از به خاطر محتوای اون چیزی که مطرح شده یا اسرار نظام که برملا شده. نه، ببینید چرا زمانی که نوار صوتی آیت الله منتظری دیدارشون مطرح شد حتی احمد منتظری رو دستگیر کردن، قبلا که خب همینا تو خاطرات آیت الله منتظری اومده بود، چون یک کیفیت جدیدی هست و موج ایجاد میکنه. امروز مردم تو جامعه متوجه میشن، صدای ظریف رو میشنون، برخلاف اون چی که در جلوی دوربین ها قبلا میگفت و نشون میده که اساسا حتی به شکست کشیده شدن برجام نه توطئه امریکا، نه توطئه دولت ترامپ، بلکه این ناشی از اقدامات خود رژیم بوده و تلاش هایی که در ایران در منطقه صورت می گرفته و همچنین تلاش هایی که روسیه از ابتدا و قبل از امضای برجام صورت می داده. و خب حالا مردم یه خورده بیشتر چششون باز میشه و می فهمن که تفسیر رسمی که نظام اسلامی از حوادث میده اون روی واقعیتی نیست که حتی خودشون بهش اعتراف میکنن. این به نظر من دلیلی میشه که موضوع فایل صوتی اهمیت پیدا میکنه و زلزله سیاسی همونجوری که گفتید در ایران به پا میکنه. حالا بخش بیشتر و مهم این گفتگو به روابط قاسم سلیمانی و ظریف اشاره داره. شما روابط این دو رو با هم چطوری میبینین؟ ببینید من بارها قبلا مطرح کردم که ظریف همون قاسم سلیمانی در سطح دیپلماتیک و مواضع نظام اسلامی رو مواضع اگه بخوایم حساب کنیم نظام اسلامی در واقع یک جناح سخت داره و یک جناح نرم، یک سخت افزار داره یک نرم افزار. اگه بخوایم موضوع رو اینجوری ببینیم، ببینید ظریف متعلق به اون بخش نرم افزاریشه و اون طرفش سخت افزار داستان هستش و اون بخش سخت یا نظامی نظام هست و این بخش سیاسیشه. خودش میگه میدان و سیاست، درسته؟ بنابراین بارها من مطرح کردم ظریف سعی میکنه دستهای خونین خامنه ای رو در یک دستکش سفید یا یک دستکش نرم به دنیا ارائه بده و از طرف دیگه ظریف سعی میکنه مواضع سپاه قدس رو و مواضع
سپاه پاسداران و خامنه ای رو در سطح دیپلماتیک با زبان سیاسی بیان بکنه. بنابراین یک مأموریتی ظریف از ابتدا داشته تا امروز، و اون این که با ظرافت خشونت رژیم رو منکر بشه. و شما اینجا ملاحظه میکنید فرمانده ظریف نیست در صحنه سیاسی. اتفاقا در صحنه سیاسی هم فرمانده قاسم سلیمانی است و ظریف کارگزار اوست. این ظریفه که به گفته خودش در همه موارد بایستی خواسته های او رو و منویات او رو اجرا کنه. حتی یک مورد نیست که به گفته ظریف که به خاطر منافع سیاسی کشور یا به خاطر منافع سیاسی که ظریف احساس میکنه قاسم سلیمانی کوتاه بیاد یا قاسم سلیمانی از انجام کاری خودداری کنه. پس اینجا یک رابطه فرمانده با یک سرباز رو ما میبینیم بین قاسم سلیمانی و ظریف، و رابطه برابری بین اینها مطلقا نیست، از روز اول هم نبوده. ظریف انتخاب خامنه ایست و انتخاب حتی روحانی نبوده. انتخاب روحانی برای وزیر امور خارجه واعظی رئیس دفترش بود که او هم البته سابقه سیاسی و دیپلماتیک داره، یه موقع معاونت اروپا امریکای وزارت خارجه رو به عهده داشت و در بالاترین سطح کار کرده. این خامنه ای بود که ظریف رو تحمیل کرد به روحانی. و چرا؟ برای اینکه احساس میکرد ظریف بهتر میتونه منافع او رو و منویات او رو در صحنه دیپلماتیک دنبال بکنه. به این دلیل بود فشار آورد روی روحانی برای اینکه ظریف رو به این پست بگماره. من فکر میکنم که ظریف بیشتر یک کارگزاره و نه یک وزیر امور خارجه که به لحاظ کارشناسی میتونه بعضی جاها منافع رژیم رو حالا نمایندگی بکنه. ولی آقای مساقی، ظریف در این نوار بارها تایید میکنه و اشاره میکنه به اینکه تمام اقدامات قاسم سلیمانی بر علیه برجام بوده. چرا باید قاسم سلیمانی همچین خط مشروع پیش میگرفته؟ ببینید، اساساً نظام اسلامی که از روی اشتیاق و علاقه برجام رو امضا نکرد، برجام به نظام اسلامی تحمیل شد، برخلاف خواستشون مجبور شدن که اون رو امضا بکنن. بنابراین از ابتدا هم به دنبال این بودن که برجام رو محدود بکنن به امضای همون قرارداد و آزاد شدن پولهای بلوکه شده رژیم در بانکهای خارجی و در سطح بین المللی. درست از فردای امضای برجام ما این رو میبینیم اقدامات شروع میشه. چرا؟ چون اگر برجام واقعا میخواست اجرا بشه میبایستی گسترش پیدا میکرد. شما اگر بخواید مسائلتون رو با جامعه بین المللی حل و فصل کنید، خب به تبع میرید به دنبال پیشرفت در مذاکرات و اینکه این رو به سطح بالاتری ارتقا بدید. همه جای دنیا اینطوری، ولی ما شاهدیم که درست روزی که برجام امضا میشه خامنه‌ای به صحنه میاد و حتی مخالفت میکنه با صحبت تلفنی اوباما و روحانی، و درست اونجا تاکید میکنه که مطلقا نبایست این برجام به برجام دو و سه و یا برجام های دیگر منتهی بشه. یعنی فقط باید تو همین حد بمونه. و چرا؟ چون ما از روی اضطرار این برجام رو پذیرفتیم. طبیعی است که اونها وقتی پولهای بلوکه شدهشون آزاد میشه به دنبال چی میرن؟ به دنبال گسترش اون تشنج آفرینیشون، به دنبال تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و همچنین برای اینکه امپراتوری اسلامی رو در منطقه گسترش بدن. ببینید، من خودم یکی از موافقین برجام بودم، از روز اول هم این رو تاکید کردم، هنوزم تاکید میکنم. گفتم اگر برجام
منجر بشه به برجام‌های دیگه به نفع مردم ایرانه. اگر برجام بخواد تو همین سطح بمونه مطلقاً به نفع مردم ایران نیست و تنها خامنه ای و جناح سرکوبگر رژیم هست که از این استفاده میبره و اونا از همون لحظه اول به دنبال این رفتن که برجام رو به شکست بکشونن و این خط اونهاست. چرا؟ چون اگه برجام میخواست اجرایی بشه، برجام اگر میخواست پیش بره یعنی چی؟ یعنی میبایستی شما پاسخ بدید به دغدغه های بین المللی، میبایستی دخالت خودتون رو در منطقه کم کنید، میبایستی دست از تروریسم بین المللی بردارید، میبایستی سیاست موشکیتون رو تغییر بدید، میبایستی تهدید کشورهای منطقه رو تمام کنید، میبایستی سیاست اسرائیل ستیزی رو کنار بگذارید. اینا چیزهاییست که جامعه بین المللی میخواد. حالا بماند به جامعه ایران، شما نمیشه در سطح بین المللی به دنبال تنش زدایی برید، به دنبال نفی تروریسم برید، به دنبال سالمسازی محیط برید، بعد بخواید تو داخل کشور سرکوب کنید، کشتار کنید، اضافه کنید به این مسائل. اصلا امکان نداره. بنابراین قاسم سلیمانی مسیر طبیعی خودش رو میره. یعنی قاسم سلیمانی فلسفه وجودیش تو همینه. قاسم سلیمانی چجوری قاسم سلیمانی شده؟ برای چی قاسم سلیمانی شده؟ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدسه. سپاه قدس برای چی به وجود اومده؟ برای تشنج آفرینی تو منطقه، برای رشد بست و توسعه امپراتوری اسلامی، اصلا به خاطر این ایجاد شده. بنابراین اگر شما بعد از برجام بخواید این سیاست کنار بذاری، یعنی شما دارید با دست خودتون سپاه قدس رو از بین میبرید. بعد اصلا خود سپاه پاسداران زیر سوال میره. اینها دنبال منافع ملی نیستن. سپاه قدس هیچ موقع به دنبال منافع ملی نبوده، سپاه پاسداران هیچ موقع دنبال منافع ملی نبوده. به همین دلیل حتی پسوند ایران ندارن، حتی تو نامشون. شما میتونید حتی لاغر پسوند ایران رو داشته باشید ولی منطقه برخلاف منافع ملی عمل کنید، ولی اینها حتی تو شکل همین رو رعایت نمی کنن و تأکیدشون روی نه ملت ایران بلکه امت اسلامی است و امپراتوری اسلامی. حالا آقای مساقی، بعد از انتشار این نوار، تکلیف لابی رژیم در اروپا و آمریکا که از یه طرف از برجام حمایت میکنن ولی از یه طرف سعی میکنن قاسم سلیمانی رو میهن دوست و شخصی که برای منافع ایران حرکت میکرده نشون بدن، چه خواهد شد؟ خب ببینید، اونا که اونها هم دنبال منافع ملی نیستن. اتفاقا سوال خوبیه. تا دیروز اینا میگفتن که مدافع برجامن و اینکه برجام حلال مشکلاته و دشمنان ایران مخالف برجامن و دولت امریکا زیاد خواه و زیاد طلبه. خب حالا کاملا مشخص شده که نه امریکایی ها زیاد طلب بودن، این جان کری بوده که حمایت میکرده از ظریف، این جان کری بوده که حتی جلو روسا به حمایت از برجام برمیخواسته، این روسا بودن که علیه برجام و مفاد برجام بودن و سنگ اندازی میکردن، و از طرف دیگه این قاسم سلیمانی بوده که مخالف برجام بوده. خب اگر ما برجام رو بر اساس منافع ملی تلقی بکنیم، هر کسی که مخالف اونه میشه چی؟ میشه مخالف منافع ملی. این تناقضی است که خود این لابی رژیم هم باهاش درگیره. ببینید، لابی رژیم فقط تو این زمینه نیستش که. شما ببینید، این بوقچی های ظریف تو خارج از کشور دائم از تحریم دارو میگفتن، ولی و اینکه حالا مردم ایران دارن میمیرن بس خاطر نمیدونم تحریم ها، کرونا تو ایران گسترش پیدا کرده، دارو نیست، تست نیست، به خاطر برجام. خب دیدید همون موقع ترامپ گفت آقا ما همه اینا رو میدیم، خامنه‌ای رو ما نمیخوایم. اینا نیومدن محکوم کنن خامنه‌ای رو. حتی زمانی که صحبت از ارائه واکسن به ایران شد، چه تو سیستم کوواکس و چه تو در واقع گفتن خیلی ها میخوان تو خارج از کشور تهیه بکنن واکسن، 150 هزار تاش اولش گفتن، و همینطور اینکه امریکایی ها گفتن همه جا ایران میتونه واکسن بگیره، تسهیلات قائل میشن، این خامنه ای بود اومد به صحنه و گفت
واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه و نباید به ایران بیاد و اینا نبایستی روی مردم ایران آزمایش بشه، مردم ایران موش آزمایشگاهی نیستن. باید یادتون باشه که واکسن فایزر اون موقع در ابعاد ده ها میلیونی نه تنها تو امریکا و تو اسرائیل روی مردم داشت در واقع زده میشد به مردم، که مراحل آزمایشگاهیشو یا مراحل تستشو تماما پشت سر گذاشته بود و اساسا دروغ‌هایی بود که خامنه‌ای میگفت و لابی رژیم میگفت. و اتفاقا برعکس، واکسن کوبایی که انستو پاستور مدعی میخواد تازه درست بکنه رو مردم ایران امتحان شده و اتفاقا آزمایشش رو مردم ایران صورت گرفته و به روی خودشون هم نمیارن. یعنی این تناقض رو همیشه بوقچی‌های رژیم و این لابی رژیم در خارج از کشور داشته و به همین دلیل عرض میکنم مطلقا دنبال منافع ملی نیستن و به تبلیغاتشون نباید توجه کرد. اگه دوباره به بحث برجام برگردیم، غیر از ایران و آمریکا و روابط اونها در موضع اونها در مورد برجام، کشور دیگه‌ای که ازش نام برده شده روسیه هست و اینطور که به نظر میاد روسیه هم مخالف برجام بوده و از هیچ تلاشی برای عدم امضای اون در پنج بلاوه یک کوتاهی نکرده. چرا روسیه باید همچین موضعی داشته باشه؟ ببینید، روسیه از موضع منافع ملی خودش حرکت میکنه. روسیه که کارگزار ما نیستش که، روسیه که مدافع منافع ملی مردم ایران نیستش که، روسیه دنبال منافع خودش هست و منافع خودش اتفاقا اقتضا میکنه که به هیچ وجه رابطه ایران با اروپا و امریکا مساعد نشه، یه رابطه متوازنی اینجا ایجاد نشه. همینو چینی ها هم میخوان. ببینید، وقتی که شما دارای یک رابطه متوازن بودید، چه با غرب چه با شرق، حالا روسیه و چین از یه طرف، از اون طرف اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا و اینا، درسته؟ ببینید، اگر شما با اینها یک رابطه متوازن داشته باشید، حتی تو روابط اقتصادی دست بالا رو پیدا میکنید، چون فکر میکنید اگر اینو ارزونتر بتونید بگیرید، خب کانال‌های متفاوتی هست، روسا میان ارزون‌تر بدن، چینی ها میان از اون ارزون‌تر بدن، در این رقابتی که به وجود میاد شما میتونید استفاده کنید. اصلا بازار آزادم به خاطر همینه، یکی از محسناتش، حالا اگر مزرات زیادی داره، یکی از محسناتش اینه که شما انتخاب‌های متفاوت دارید و مجبورن که با هم رقابت کنن کسایی که اون کالا رو دارن. خب این تو صحنه سیاسی هم هست، بیشتر هم هست. ببینید، ما چرا مجبور میشیم شرایط خفتبار چینی ها رو توی قرارداد 25 ساله با چین بپذیریم؟ برای اینکه کس دیگه ای نیست، کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. حالا اگر چینی ها با هزار و یک بهانه یا دستاویزی بخوان بیان اینجا و قراردادی رو اجرا کنن، به طب دست بالا رو اونا دارن. چرا ما توی خزر دست بالا رو نداریم؟ برای که اون کشورهایی که همراه با روسیه هستن میتونن منافع خودشون رو تحمیل کنن. چرا ما پشتوانه نداریم؟ ما در سطح بین‌المللی هم پشتوانه نداریم، نه اروپایی‌ها رو داریم، نه آمریکایی‌ها رو داریم، نه نمیدونم کانادا و استرالیا رو داریم، ما هیچ کسی رو نداریم. اونا میتونن دیکته کنن. اتفاقا چرا درست در همین شرایط روسیه خواستار امضای قرارداد خزر تو مجلس شورای اسلامی شده؟ دقیقاً به همین دلیله. ببینید، روسیه هر کسی که با الفبای سیاست آشنا باشه میدونه روس‌ها طرفی هستن که مایل به حل و فصل مسائل ایران و غرب نیستن، خیلی مشخصه. و اگر غیر از این بود ما بایستی تعجب میکردیم. و روسیه و ایران، حالا قبلا که در قالب اتحاد جماهیر شوروی بود، در دوران شاه اگر ما توجه کنیم دوباره همین نقش رو دارن. یعنی هم امریکایی‌ها مایل نیستن، غربی‌ها مایل نیستن شاه با اتحاد جماهیر شوروی و چین رابطه نزدیک داشته باشه، و هم اونا سعی میکنن یه نوع رابطه‌ای برقرار کنن که رابطه دولت شاهنشاهی با غرب و با امریکا یا اروپا و اینها کاهش پیدا کنه و یک توازنی ایجاد بشه، و چون اون وقتش به نفع اون کشوره. این مسئله ایست که برای همه کشورها متصوره و همه کشورها سعی میکنن با همه دنیا ارتباط داشته باشن تا بتونن منافع ملی خودشون رو تامین کنن.
حالا در تبلیغات رژیم پیش از این گفته میشد که قاسم سلیمانی شخصا به مسکو سفر کرده و پوتین رو وادار کرده یا باش صحبت کرده که در سوریه دخالت بکنه، اما بعد از انتشار این نوار مشخص شد که قاسم سلیمانی بیشتر نقش فرمانبر داشته تا فرمانده. روسیه چرا باید در سوریه دخالت بکنه؟ آیا میشه بگیم که برای شکست دادن برجام هست این حرکتش؟ ببینید اگر فکر کنیم که روسیه صرفاً به خاطر برجام در سوریه دخالت کرده، اشتباه. چون ببینید روسیه منافع زیادی رو داره و سوریه خب یکی از مناطقی است که روس‌ها درش نفوذ دارن، موضوع دریای سیاه هست و از دست دادن روسیه در واقع یکی از پایگاه‌های مهم روسیه رو در منطقه متزلزل می‌کنه. بنابراین برای اونا نگه داشتن سوریه مهم بود و منتها ببینید از فرصت استفاده می‌کنه برای اینکه برجام رو هم به شکست بکشه. یعنی روسیه خواه‌ناخواه دخالت میکرد در سوریه، تصمیمشو گرفته بودش، منتها کشوندن ایران به عنوان نیروی زمینی در منطقه طرح روسیه برای اینکه روابط ایران و غرب رو هم مخدوش کنه، دلیلش اینه. ولی میتونست، مگر نه، چون میدونید زمانی که ایران دخالت نظامی میکنه در دخالت، منظور از دخالت نظامی اعزام نیروی زمینی ایرانی به سوریه هستش، یعنی زمانی است که حافظ اسد به طور بشار اسد به طور نسبی موفق داره میشه و مسلط داره میشه. اینو من نمیگم، اینو ظریف تو همین گفتگو میگه، تو این گفتگو میگه من از سوریه یا پرسیدم و اونها این نظر رو داشتن، یعنی نیاز حیاتی به دخالت زمینی ایران در سوریه نبود. ولی مسئله‌ای که اینجا خیلی خیلی مهمه اینه که قاسم سلیمانی رو بعد از 6 ماه پوتین به حضور میپذیره. ببینید سطح قاسم سلیمانی با سطح پوتین که یکسان نیستش که. قاسم سلیمانی 6 ماه بوده که میخواسته بره مسکو و پوتین بهش اجازه نمیداده. درست مثل قالیباف. شما قالیباف میبینید 2 ماه پیش رفت به روسیه، میخواست ازش استفاده انتخاباتی ببره، علارغم اینکه پیام خامنه ای رو هم همراه خودش برد. یعنی پس چی؟ نمایندگی مستقیم داره از طرف خامنه ای و پیام ویژه خامنه ای رو هم حاملش هستش، اما نپذیرفتش پوتین. چرا؟ چون گفت تو در سطح من نیستی و پروتکل اجازه نمیده. یعنی روس ها تا این اندازه به موضوع پروتکل پایبندن و اجازه دیدار قالیباف رو نمیدن با پوتین. و میدونیم موضع رسمی قالیباف خیلی بالاتر از موضع رسمی قاسم سلیمانیه که فرمانده یه بخشی از سپاه پاسدارانه. در اونجا پوتین او رو به نوعی احضار میکنه، ملاقات همسط نیست و میخواد خواسته های خودش رو و منویات خودش رو میخواد به او دیکته کنه. این اون چیزیست که در اونجا اتفاق افتاده. خب خیلی مشخص بود تفسیرهایی که عاشقان قاسم سلیمانی میکنن در ایران یا تبلیغات نظام اسلامی روش حول اون میچرخه غیر واقعیه. اصلا هیچ آدم که با الفبای سیاست آشنا بود باور نمیکرد که قاسم سلیمانی قادر باشه پوتین رو وادار کنه به دخالت نظامی در سوریه. پوتینی که امروز می‌بینیم برای اروپای شرقی
شاخشون رو میکشه یا حتی سوئدی ها احساس خطر میکنن و در سوئد ما این اخبار رو میشنویم اینجا و اونجا. بنابراین اون کسی نیستش که دیگه قاسم سلیمانی بخواد براش استراتژی تعیین کنه و اونم بیاد در یه نقطه حساسی مثل سوریه درگیر بشه و میدونیم روس‌ها تجربه خوبی از افغانستان نداشتن. بنابراین به نظر من این مثل روز روشن بود از ابتدا. حالا در گفتگوی ظریف این مسئله بارز میشه. حالا پرواز هواپیمای روسیه بر فراز خاک ایران و پایگاه‌های ایران نقض کامل قانون اساسیه. ایران جمهوری اسلامی چرا باید به همچین چیزی به این سادگی تن بده؟ ببینید جمهوری اسلامی اساسا به قانون اساسی باور نداره. به هیچ یک از اصول قانون اساسی باور نداره. ببینید قانون اساسی ابتدا میگن ولی فقیه، رو ولایت فقیه میچرخه. شما امروز اگر نگاه کنید توی نظام اسلامی میان مطرح میکنن، میگن که این اختیارات قانون اساسی که به خامنه‌ای داده شده کف اختیاراته و خامنه‌ای رو کسی انتخاب نمیکنه، بلکه کشفش میکنن. بر اساس قانون اساسی خامنه‌ای باید پاسخگو باشه به مجلس خبرگان رهبری. اینا حتی میگن مجلس خبرگان رهبری او رو انتخاب نمیکنه، بلکه کشفش میکنه. بعد میگن برای تقویت اساسا ولایت فقیه این تشکیل شده و میبینیم که قانون رو رعایت نمیکنن در ارتباط باهاش. خب این مسئله مثل روز روشنه. ببینید خامنه‌ای دارای اختیارات اضافه بر قانون اساسی است. یکیش حکم حکومتیه. خامنه ای خیلی راحت برخلاف قانون اساسی میاد شورای نمیدونم فضای مجازی تشکیل میده، ده ها شورا تشکیل داده که یکیش تو قانون اساسی نیست. بنابراین نظام اسلامی مطلقا به قانون اساسی باور نداره، پایبند نیست در هیچ زمینش. شما در زمینه مسائل داخلی هم که ببینید، خب میگه آقا اجتماعات آزاده مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشه. کدوم اجتماع تو ایران آزاده؟ می‌بینید؟ یعنی هر چیزی که شما ملاحظه می‌کنید در قانون اساسی اومده، ابتدا از طرف نظام اسلامی زیر پا گذاشته شده. شما ملاحظه کنید همین نظارت استثوابی، کجای این تو قانون اساسی اومده؟ نظارت استثوابی در قانون اساسی ما چیزی به عنوان دادگاه انقلاب نداریم که. خب ما یه دادگستری داریم، مثلا دادگاه انقلابی وجود نداره، ولی می‌بینید دادگاه انقلاب هست و این داستانی که شما دارید در طول 40 سال گذشته می‌بینید تا حالا ده ها هزار نفر رو همین دادگاه انقلاب پای جوخه اعدام فرستاده که تمامش برخلاف خود قانون اساسی رژیم اسلامی است. بنابراین به اون بخشی که در ارتباط با سیاست خارجیه یا حاکمیت ملی معلوم اینا تن نمیدن، معلوم احترام برای قانون اساسی قائل نیستن، این یکی. اما اینکه روس ها چرا این کارو میکنن، ببینید روس ها همونجوری که ظریف هم میگه اونها از طریق دریای سیاه میتونستن به اون بر حمله کنن. اتفاقا روس ها چون میخوان درگیر کنن، اتفاقا روس ها میخوان نفوذ خودشون رو در ایران نشون بدن و اتفاقا روس ها میخوان ضربه بزنن به برجام و روس ها میخوان روابط ایران و غرب بهبود پیدا نکنه. بنابراین قاسم سلیمانی اینجا به عنوان کارگزار پوتین عمل میکنه، کارگزار روس ها عمل میکنه و این اون چیزیست که دست از صحبت های ظریف برمیاد. البته میگم قبلا هم درک این مسائل برای کسایی که واقعا به طور مستقل فکر میکردن و با الفبای سیاست آشنا بودن روشن بود. من خودم بارها نسبت به این مسئله توضیح دادم و راجع به اون صحبت کردم. برای این موضوع در اینجا بیانگر یه چیزی هم هست. نظام اسلامی به گفته ظریف حتی برای حاکمیت ملی هم ارزشی قائل نیست. برای اینکه اجاره دادن، یعنی اختصاص دادن، اجاره که حالا غلطه، اختصاص دادن پایگاه نظامی ایران به نیروی خارجی ممنوع در قانون اساسی، ولی خب اینا میان به راحتی این کار رو انجام میدن چون هیچ ارزشی برای قانون اساسی قائل نیستن. حالا برگردیم دوباره به روابط ظریف و قاسم سلیمانی. تو این نوار ظریف یه جای اشاره میکنه که در ابتدای انتخابش به عنوان وزیر امور خارجه دیداری داشته با قاسم سلیمانی و اونجا در بحثی که با هم داشتن ظریف اشاره کرده که ما با عربستان در 4 کشور لبنان، سوریه، عراق و بحرین مشکل داریم و قاسم سلیمانی یمن رو هم اضافه کرده. آیا میشه نتیجه گیری کرد که به نوع قاسم سلیمانی پشت جنگ بین عربستان و یمن هست؟ چون اون موقع در یمن خبری نبود. قطعا اینجوریه، به طور قطع و یقین
قاسم سلیمانی و سپاه قدس یکی از عوامل اصلی جنگ داخلی در یمن و جنگ نیابتی با عربستان هستند. ببینید درسته این دیدار بایستی در سال 92 بعد از مرداد ماه صورت گرفته باشه، در حالی که پیشروی حوثی ها مربوط به سال 93 و سقوط صنعا در بهمن 93 اون موقع هاست و از اون طرف حمله نظامی عربستان در سال 94، یعنی پس یک سال حداقل یک سال خورده قبل از موفقیت های چشمگیر حوثی ها و تقریبا 20 ماه قبل از حمله عربستان به یمن، قاسم سلیمانی یمن رو جایی معرفی میکرده که مشکل ایران و عربستان. ببینید ما هیچ منفعتی در یمن نداریم و اساسا هم مرز هم نیستیم، هیچ ادعای ارضی هم وجود نداره. در طول تاریخ هم ما مشکلی نداشتیم، خب ولیکن موضوع بست و توسعه امپراتوری شیعیه خیلی واضحه و گره میخوره به مسئله ظهور امام زمان. ببینید شما اگر دیده باشید در طول این سالهای گذشته مسجد جمکران چه رشد و توسعه‌ای پیدا کرده، در حالی که در دوران خمینی اینجا یه مسجد دور افتاده بود که حتی خمینی در زمان قبل از انقلاب حاضر نشده بود در مسجد جمکران نماز ظهر بخونه و به اصرار وقتی حاضر شد بیرون از اونجا در یه مسجدی اونجا نماز خوندش، یعنی تو مسجد جمکران حاضر نشد نماز بخونه حتی. ولی امروز جمکران یک مرکز عظیمی است و مترو و اینا قراره به اونجا هم کشیده بشه، قطار میاد مترو و فکرشو بکنید میلیون ها نفر در سال اونجا دیدار میکنن و خامنه ای هر گاه به مشکل برمیخوره میره مسجد جمکران به گفته نمایندگانش و در اونجا با آقا راز و نیاز میکنه. ببینید در نگاه ظهور و در نگاه شیعی امام زمان از عربستان و از کنار کعبه ظهور میکنه و بعد مدینه رو میگیره. قبل از اون یه اتفاقاتی میفته، مسئله سفیانی و یمانی است، سید یمانی که از یمن میاد و با سفیانی مبارزه میکنن و از طرف دیگه موضوع سید خراسانی است. سالها سعی میکردن سید خراسانی رو خامنه ای جلوه بدن، چون در احادیث شیعه هست که دست راستش هم نشانه ای برش هست. حالا قبلا هم گفتن خاله، خب حالا میگن چی؟ دست راست خامنه ای که معلوله این اون نشانه هست. حتی برای سید یمانی هم داستان درست میکردن. سالها تو نوار هست ظهور نزدیک هست یه سیدیه که احمدی نژاد اینا سال 89 بیرون دادن، توش به این موضوعات اشاره میکنه و حسن نصرالله رو سید یمانی قلمدار کم آورده بودن، نداشتن سید یمانی نداشتن. اون موقع 89 سید یمانی ندارن، سید لبنانی جاش گوش. یه سید لبنانی رو میگن چی؟ میگن جدش یمنیه. خب ببینید حسن نصرالله در لبنان زندگی میکنه، جو لبنان خیلی بازتر و روشنتر از ایرانه و یا عراقه، بنابراین به خاطر اون رقابت‌های طایفه‌ای و عشیره‌ای که تو لبنان هستش و نفوذ فرانسوی‌ها در اونجا و داستان‌های مختلفی داره، حسن نصرالله مجبور به موضع‌گیری شد، گفت حسن من هیچ کس کاری یمنی نیست و اینها. ولی بعد سید یمانی با رهبر حوثی‌ها درست شد و امروز اتفاقا اگر شما نگاه کنید تلاشی که می‌کنن برای اینکه رئیسی رو از صندوق در بیارن حالا یا جانشین خامنه‌ای بکنن در مجلس خبرگان رهبری، به خاطر اینکه ادامه بدن موضوع سید خراسانی رو، دست راست رئیس مجلس، حالا دیگه اون یکیش حالا میگن احتمال خال روشه، میدونید؟ یعنی میتونن. ببینید منطقی که نیست، ما بر اساس منطق که
صحبت نمی‌کنیم. ببینید وقتی سید یمانی نبود لبنانی شد جایگزین. اونو سید یمانیش کردن یه لبنانی رو. بنابراین حل و فصل این موضوع که کاری نداره که. و اساسا خود داستان زیر سواله. اصلا خود داستان امام زمان اگه بخوایم منطقی صحبت کنیم که محلی از اعراب نداره. ولی بحث بر سر اینه که جنگی که در میگیره بعد ببینید یه پاش سفیانیه، یه پاش این موضوع سید یمانیه و سید خراسانی. بله سید سفیانی هم داریم. بله نه نه سید سفیانی بله بله سید سفیانی میگن ضد شیعه است، دشمن تو عربستان و عراق در میاد. ببینید داستان او رو اومدن سوار کنن روی داعش و داعشی ها و ابوبکر البغدادی و بنابراین اون شد سفیانی. حالا میتونه یه چهره دیگه ای باشه چون سفیانی که کشته شده و خب میتونه از علائم ظهور باشه و سید یمانی هم یه هست، سید خراسانی هم که هست. حالا اینکه چرا نشده بس محل بحث نیست، اون داستانی است که اینا مطرح میکنن دائما. ببینید حتی یکی از قرارگاه عمار که خیلی هم نزدیک به بیت رهبری، برادر فرمانده اطلاعات سپاه یا مهدی طائب، برادر حسین طائب اینو اداره میکنه. اون خیلی راحت میاد مطرح میکنه، میگه اگه امروز، میگه ما باید عربستان بگیریم، میگه برای اینکه اگر در واقع اونجا امام زمان بخواد ظهور کنه خب میگیرن میکشنش، یعنی ما باید اینو از بین ببریمش. ببینید گرفتن عربستان، میگن تسخیر عربستان یک قدم نزدیک شدن به ظهوره. این اعتقاد ایناست یا بهانه اینهاست برای رشد یا برای بست امپراتوریشون. خب و این چیزیست که خب اینا از اول روش تاکید کردن، تاکید دارن و توطئه هاشون از اینجا نشأت میگیره. حالا محاصره عربستانه، یعنی محاصره عربستان از یه طرف اگر نگاه کنید از طریق عراق، خب این طرفش عراق و سوریه و اینها لبنان، جنوبش میشه کی؟ جنوبش میشه همین حوثی ها، خب یا یمن. بنابراین اینا به دنبال محاصره کردن عربستان هستن و جنگ نیابتی که در گرفته و تو این سالها هم خیلی تلفات گرفته از منطقه، حالا چه مالی چه جانی و باعث عقب موندگی منطقه شده، از اینجا نشأت میگیره. یه جنگ ایدئولوژیکه، یه رقابت ایدئولوژیکه و به همین دلیل خطرناکه. ببینید حتی اگه ببینید رژیم دخالت نکرد در موضوع آذربایجان و ارمنستان برخلاف سالهای ابتدایی دهه 90، چرا امروز نکرد؟ به خاطر اینکه اتفاقا امروز اون غلظت ظهور یا ایدئولوژی ظهور خب بیشتر شده، چون امام جعفر صادق به صراحت مطرح میکنه، میگه یه آتشی در آذربایجان ایجاد میشه، شما در اون دخالت نکنید تا ما ظهور کنیم، تا یکی از ما ظهور کنه، اون وقت بهتون میگه. یعنی این بخشی از موضوع ظهوره و همین در اینا دخالتی هم نمیکنن، به اصطلاح موضع بیطرفی میگیرن برخلاف قبل. و همه اینا رو که رو هم دیگه بذاریم اون وقت مشخص میشه قاسم سلیمانی چرا تو اون نوار یمن هم اشاره میکنه که هیچ خبری ظاهرا توی عراق نیست، توی یمن نیستش. کشور دیگه این سوای مساقی که فکر میکنین اینا میتونن اضافه کنن بهش در آینده؟ همه رو دیگه دوروریا رو نه دیگه دوروریا هم اینا رو کشور حوزه خلیج فارس و هر کدوم بتونن، حالا کویت و بحرین و قطر و امارات و اونا بتونن، در واقع اینا هم بخشی از خود موضوع عربستان هم اینا رو هم میتونن به نوعی بله اضافه کنن. حالا ظریف یه جای دیگه دوباره اشاره میکنه که قاسم سلیمانی از هواپیمای ایرانیر استفاده میکرده برای اینکه سلاح جا به جا بکنه. حالا چرا ایرانیر؟ خب ببینید اتفاقا این سوال خوبیه، برای اینکه هیچ حرمتی برای جان آدم ها قائل نیست، برای پیشبرد امیالشون حاضرن هر کاری بکنن. ببینید در سال 67 از همین سیاست استفاده کردن و دیدیم که نتیجهش سقوط هواپیمای ایرباس ایرانی بود. اول از اون که از همون فرودگاه غیر نظامی هواپیمای نظامی بلند می شد، یعنی هواپیمای نظامی و غیر نظامی دقیقا از یک فرودگاه در بندر عباس بلند می شدن. این یک. دو،
قبلش درگیری بوده بین هلیکوپترهای امریکایی و نیروهای رژیم. در این شرایط هواپیما رو بلند میکنن، از توی کانالی میره که هواپیماهای نظامی داشتن میرفتن و در یک منطقه متشنج، در یک شرایط متشنج، امریکایی ها ناو هواپیماورشون اشتباه میکنه و اون هواپیما رو میزنه. البته کلی اخطار داده بودن و یاتا اینو بله. تایید کردن. بله، همه اینا که خود منابع رژیم تایید کردن و در واقع حرکتی که اینا کردن باعث اون فاجعه انسانی شد و 270 نفر آدم هم کشته شدن. ولی ببینید، اصلا مسبوق به سابقه است، چیز جدیدی نیست. در این رابطه هم شما ببینید امریکایی‌ها اومدن ماهان رو تحریم کردن. لابی رژیم، همین ظریف و همین وزارت خارجه رژیم این رو رفت میدادن به موضوع که آقا غیر انسانی، هواپیما جان آدم ها، نمیدونم امریکایی ها جان ایرانی ها رو به خطر میدازن. حالا میبینیم که با هواپیمای غیر نظامی و هواپیمای مسافربری اینا اسلحه جا به جا میکردن. خب حالا وقتی که ماهان رو تحریم میکنن و تازه ایرانیر از زیر تحریم در اومده و به دنبال خرید هواپیماهای جدیده، امریکا هم اجازه داده به بوئینگ و همچنین به ایرباس که هواپیما بفروشن و قرارداد هم امضا شده و قرار هواپیمای بوئینگ بگیرن، درسته؟ خب تو اون شرایط ایرانیر 6 برابر میکنه پروازهای خودش به سوریه رو و در این هواپیماها سلاح جا به جا. ظریف میگه وقتی به قاسم سلیمانی گفتم، ببین، گفت در نگاه قاسم سلیمانی حتی اگه 2%، چون احتمال این که آمریکایی‌ها یا حالا اسرائیلی‌ها یا حالا هر کی هواپیمایی رو ماهانو بزنه، خب حالا احتمالش میرفت، میگه برای اینکه امنیتش 2% بیشتر باشه از ایران ایر استفاده میکنه، یعنی جانه هواپیما مسافرهای ایرانی رو به خطر میندازه برای اینکه فقط 2% شانس رسوندن اسلحه امن به سوریه بیشتر میشه. ببینید، یعنی اینا به هیچ وجه برای انسان ارزش قائل نیستن. شما نگاه کنید چه بلبشویی یا چه ولوله‌ای در اروپا و دنیا به پا شد به خاطر اینکه واکسن آسترازنکا در 250,000 نفر روی یک نفر ممکنه لخته خون ایجاد کنه. دیدید همه جا ممنوع کردن اول، بعد تحقیقات صورت گرفت، در 1% بسیار بسیار اندک، در حالی که اون طرفش نجات جان انسان هاست. یعنی ببینید ما در این شرایط عادی هم نیستش، این طرف خطراتی که کرونا داره و جان انسان ها رو تهدید میکنه، اون طرف فقط تو 250,000 نفر یه مورد احتمال خطر میره، میبینی قطع میکنن. چون چرا؟ برای اینکه برای جان آدم ها ارزش قائلن. ولی قاسم سلیمانی در نگاهش مردم و انسان ها کوچکترین ارزشی ندارن، او به دنبال منافعشه و به همین دلیله که حتی فاجعه هواپیمای اوکراینی رو هم باز همین سپاه پاسدارانه که رقم میزنه. ببینید در نگاه اونا نهایتش چیه؟ مردم کشته میشن، بهشت میگه اینا میشن شهید، طلبکارن میگه اینا شدن شهید و میرن به بهشت. بنابراین یه چیزی هم به ما بده کارن که اینا رو ما زمینش رو فراهم کردیم. حالا به هواپیمای اوکراینی اشاره کردین. ظریف توی مصاحبه میگه که از هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی خبری نداشته، ظهر جمعه بهش خبر دادن، همچنین نمیدونسته که اینو لسد رو زدن، بعدن بهش گفتن. چه انقدر دیر به ظریف خبر میدن؟ درست میگه اصلا؟ درست میگه. به نظر من ظریف اینجا واقعیت رو مطرح میکنه. ظریف تو جریان نبوده، نه اینکه نمیدونسته، رسمی بهش نگفته بودم. ببینید وقتی من و شما تو
تو خارج از کشور میدونیم، یعنی حتما ظریف میدونه، وقتی رسانه‌های بین‌المللی دارن میگن، وقتی امریکایی‌ها دارن میگن، وقتی سرویس‌های امنیتی دارن میگن، وقتی ماهواره‌ها دارن عکس‌ها رو انتشار میدن، ظریف سازوکار بین‌المللی رو میدونه، ظریف سیستم امریکا و کانادا و غرب رو میدونه، ظریف میدونه اونا بیخودی نمیگن، بیش از 4-5 دهه تو خارج کشور زندگی کرده، میدونه این چیزا رو. پس نه اینکه اطلاعی نداره، رسما بهش اطلاع ندادن. چرا؟ چون ظریف کاری نیست، ظریف یه کارگزاره، امربره. شما که نمیایید به امربر که بیاید اطلاع بدید، که به امربر وظیفه میکنید برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن، او مجبوره بکنه. کما که همینطور هم هست، بهش میگم برو توییت بزن اینو بگو. همون روز جمعه بهش عصری به این میگم بود از این پیش میگه من گفتم انگار کفر ابلیس گفتم، میگم برو اینجا همینی که میگیم توییت کن بکن، به شکل خیلی زشتی همش گفتن. بنابراین ظریف شخصیتی نداره، که ظریف یه کارگزاره و کسیست که ذره برای نه مردم، نه برای ایران، نه منافع ملی ارزش قائل نیست، برای حفظ جاه و مقام خودش همه کار میکنه. ببین ما اینو قبلا هم دیدیم، زمانی که بشار اسد به ایران اومد، علارغم اینکه صحبتاشو قبلا ظریف کرده بود و قاسم سلیمانی، حتی ظریف رو راهش نمیدن، تو عکسام نیست، به بازی هم نمیگیرنش، در حالی که ظریف و قاسم سلیمانی قبلا دو تا دکتر رو برده بودن برای عمل بشار اسد. من قبلا راجع به این مقاله نوشتم، همین آقای دکتر زالی که امروز رئیس کرونا هم هست، مبارزه با کرونا، و دکتر خوشنود، این دوتا با هم رفتن سوریه و عمل جراحی کمر ستون فقرات و نخای بشار اسد رو انجام دادن. چرا؟ چون بشار اسد تو اون شرایط میترسید که مبادا زیر عمل بکشنش، به اینا بیشتر اعتماد داشت. این دوتا رفتن اونجا، ظریف و قاسم سلیمانی با هماهنگی همدیگه این سفر رو ترتیب دادن و این هیئت پزشکی رو، من شرح کاملش رو دادم. و اتفاقا همین خوشنود بعد از این که من مقاله راجبش نوشتم، کردنش رئیس بیمارستان تجریش، ارتقای مقام پیدا کرد. ببینید یعنی ظریف قبلا هم بازیش نداده بودن. در ارتباط با هواپیمای اوکراینی هم همینطوره، همه مقامات رژیم میدونستن حتی اگر به طور رسمی بهشون اطلاع نداده بودن، ولی همه در جریان این امر بودن و میدونستن که این توسط موشک سپاه پاسداران سرنگون شده. و ببینید اون بحثی که شما دو ساعت قبلی هم مطرح کردین، قاسم سلیمانی چرا این کار رو کردن در ارتباط با هواپیمای ایرانی، اینجا هم دوباره همونو میبینید، فضای آسمان نمیبندن در جایی که درگیری نظامی هست، خودشون میدونن میخوان موشک بزنن، حتی به امریکایی ها گفتن میخوایم موشک بزنیم، یعنی امریکایی ها در جریانن که میخوان اینا موشک بزنن. و از طرف نخست وزیر عراق مطلع شدن، اینا اصلا به اون اطلاع دادن که او بره به امریکایی‌ها مستقیما بگه و اونا اونجا تخلیه کنن. و حتی بعدن هم خود فرمانده سپاه گفت این مسئله رو. ببینید ولیکن فضای آسمان ایران رو اون موقع نمی‌بندن. چرا؟ برای اینکه اتفاقا هواپیماها پرواز بکنن در یک شرایط غیر ایمن. و خب تو این شرایط غیر ایمن ببینید هر چی که شما فکر کنید، حتی اگر ما تفسیر رژیم رو بپذیریم که در اثر سهل‌انگاری این عمل صورت گرفته، اما مقدمات کار که سهل‌انگاری نبوده، مقدمات کار هدایت شده، تصمیم گیری شده بوده و اتفاقا زمینه رو ایجاد کرده برای این مسئله. یعنی کاملا مقصرن. این سقوط رو بایستی عمدی دید، چون شما به عمد این شرایط رو به وجود آوردید و بدون تردید بالاترین مسئولین رژیم از شخص خود خامنه ای گرفته تا روحانی و همچنین سلسله مراتب نظامی در این جنایت دخیلن.
لحنش آقای مساق، لحن ظریف وقتی در مورد هواپیمای اوکراینی صحبت میکرد خیلی مشمئز کننده بود، حتی یه ذره همدردی هم نمیکرد با قربانیان این فاجعه. خب ببینید، برای اینکه اینا طلبکارن. شما الان برخورد نظام اسلامی رو با این خانواده ها نگاه کنید، آیا برخورد از موضع همدردیه؟ نه. تازه دستگیر میکنن، تازه کسایی که روشنگری کردن دستگیر کردن، زندانی کردن، خبررسانی کردن، زندانی کردن، خانواده ها رو تهدید میکنن، خانواده ها رو مورد فشار قرار دادن، حتی بردن اونجا مورد ضرب و شتم قرار دادن. خب کجای دنیا یه همچین برخوردی با خانواده قربانی میکنن؟ هیچ جا. ظریف بخشی از نظام اسلامیه، ظریف رو نباید متفاوت از نظام اسلامی دیدش. آیا شما در نظام اسلامی چنین تصویری رو راجع به هواپیمای اوکراینی میبینید؟ همدردی باشه؟ مطلقا نه. و میبینید که برای این سقوط هواپیما عزای عمومی اعلام نمیشه یا تعطیل نمیشه، ولی برای قاسم سلیمانی میشه، به خاطر که با اینا احساس همدردی نمیکنن. و به همین دلیلی که تو شما تو ظریف هم این رو نمیبینید. و ظریف اونجا ببینید، ظریف هر جایی که داره صحبت میکنه توی نوار از موضع دفاع از رژیمه. هنوز دقیقا، چون باخه موضع غیر از این نداره که. و شما ببینید مثلا این نوار هیچ جاش صحبت از احیانا، خب اون چیز هم موضعش اقتصادیه دیگه، اقتصاددان سعید لیلاست، هیچ صحبتی مثلا از چیز نمیشه، از محل درآمد سپاه قدس، اینکه این همه مخارج رو قاسم سلیمانی از کجا میاره، این همه پولا رو از کجا میاره. مخارج اون اقتصاددانه دیگه. بعد آیا مثلا این بودجه عظیمی که سپاه قدس داره آیا محل تامین این مسئله مشکلاتی برای ما ایجاد نمیکنه در دنیا؟ آیا شما فکر نمیکنید FATF یا CFD پالرمو، این قراردادهایی که وجود داره در سطح بین‌المللی و امروز بخش زیادی از مصائبی که مردم ایران دارن تحمل میکنن به خاطر نپیوستن جمهوری اسلامی به این قراردادهای بین‌المللیه، آیا یک جا سوال نمیکنه که آیا فکر نمیکنید که سپاه قدس پولاش از کجا میاره؟ و یا این عدم امضای این قراردادها باعث نشده که مشکلاتی رو برای مردم ایران ایجاد کنه؟ آیا وضعیت اقتصادی ایران به این دلیل بد نیست؟ آیا سپاه قدس پولای مشکوک نداره؟ آیا جزء سوالاتشون اصلا نیست؟ به خاطر اینکه سوالایی نیست که ظریف ازش خوشش جواب بده. ولی من به من سوال آخر آقای مساقی، این میتونیم جنبندی بکنیم که بیرون اومدن همچین نواری و هم حرفای ظریف نشون میده که حاکمیت به دو دسته تقسیم شده، ولی دست بالا رو سپاه پاس داره؟ نه، حاکمیت دوگانه وجود نداره. این چیزی است که ظریف و امثال ظریف میخوان این رو میخوان بگن، در حالی که میدونی روحانی خودش اذعان میکنه که قدرتی نداره. قبل از اون یادتونه خاتمی مطرح کرد که تدارکات چیه؟ امروز همه قدرت در دست خامنه ایست، همه قدرت در دست سپاه پاسدارانه، در دست سپاه قدسه، و اساساً حاکمیت دوگانه وجود نداره. حاکمیت یک دسته. بله، یه جناح جناح غالبه، یه جناح جناح مغلوبه. این جناح مغلوبی که شما ملاحظه میکنید اینا به دنبال این هستن که صورت قابل قبولی برای اون جناح غالب و سرکوبگر و اون بخش سخت نظام فراهم بکنن. نه، از نظر من حاکمیت مطلقا دوگانه نیست، حاکمیت یک دسته، ولیکن یک جناح در خدمت منافع کل نظام. ممنون آقای مساقی.